یه زمانی ما شده بودیم آدم بده فیلم ها که فقط واسه پول دست و دلمون میرفت پی دوا درمون، اما این روزا شدیم مدافع سلامت با کلی لقب و عنوان. یکی به اون میگه فرشتگان ناجی جان، یکی هم میگه رقاصان گمنام. البته ناشکر نیستیم، ممنونیم از این همه تشکر و امتنان. دستشون هم میبوسیم در صورت زدن ژل با کمال احترام، ولی خیلی هم جوگیر نیستیم به خاطر اینقدر بروز هیجان، چون واسه رسیدن به این نقطه خیلی از همکارامون شدن مصداق عینی شهدای گذشته از جان. بگذاریم. میدونم من نصیحت فراری هستید، اما میخوام با پندی عرایزم رو بکنم تمام. عزیزان، فدای احساسات نابتون و این شور پرقلیان، بیایید از همین دوران کرونا یک درس بگیریم و ختم کلام. کمی بریم تو خودمون و داخل این تن و بدن عریان تا بفهمیم چقدر خفیفیم در برابر یک ویروس بادکشدار، ویروسی که کل جهان رو کرده پا در هوا، حتی ما رو پوش سفیدای روسیه. برای بشر مغرور با این همه اهنوتلوپ و هارتوپورت ماسکی داده تا بزنه دهنش تا بشه عینه و تابلوی سکوت. بشری که میگفت زمین و آسمون رو تسخیر کرده، الان نصف اوقاتش رو فقط وقف ضد عفونی دستاش کرده. میبینید؟ این دنیای خاکی بد جوری ضرب المثل فلفل نبین چه ریزه رو تفسیر کرده. ویروسی که اگر از کل عالم و آدم جمع بشه وزنش یک گرم هم نمیشه، حالا همین داره عامل انقراض نسل بشر میشه. دیدید؟ حالا بازم به خودتون و حکمتتون بنازید، واسه رسیدن به مال و مقام دنیا بگازید. آقایون، بازم برای قدرت بتازید و سرنوشت ملتی رو بگیرید به بازی.